با سلام و احترام خدمت دوستان و عزیزم، خدمتتون عرضم که خوشبختانه این روزها بعضی ها حرف هایی رو میزنن که یه یاداوری واسه من میشه و یاد بعضی حرف ها میفتن و باید جواب بدم به خاطر موندن. میگن تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نگفته باشد. آقای سید حسن خمینی، شما سر پیاز یا تای پیاز؟ تو که نبودی و نمیدونی، تو زمان یه بچه بیشتر نبودی، یه قلدقو تو بازی میکردی. چه میگه یک دو دروغ میگن فلان میکنن میسابن، تو خیلی نمیدونی. تو برو فلان دو سه میلیارد دلاری که به دادن و اون قبل پدر بزرگ تو برو بچر واسه خودت، کاری که همیشه میکنی. چرا برای خبرگان انتخاب نکردن؟ چون اینقدر ضعف ازت دارن، اینقدر فیلم و بدبختی ازت دارن که تکون بخوای بخوری سیادت بردن. بعد تام این بابات آدم ساده ای هستی، خودت بهتر از من میدونی که پدرت پیش پدر بزرگت هیچ ارج و قربی نداشت، هیچ چرفی گوش نمیکرد. و احمد آقا چی نمیفهمه؟ خودت اینو بهتر از من میدونی که برای اینه که بعضی فکر کنن پدرت تو چه چیزهایی رو میدونست. ولی من که نزدیک میشناسمش، که خوشبختانه بر حسب اتفاق دو تا صد از همسایه پدر بزرگ جناب عالی آقای خمینی رو توی نجف هم که اتفاقی آشنا شدن باهاشون، سالی هست باشون دوست هستم، جهت یادآوری به شخص خودت میگم، جهتی که خودت بدونی. همون کسی که بعد از اینکه پدرت فوت کرد هنوز کفنش به قول امیر خوش نشده بود، رفتی از تو خونه پدرت انداختی بیرون توی قم، پدر ایشون همسایه روبروی خونه پدر بزرگشون در نجف بود، آقای اشکبری. بله، سه بار به پدر بزرگ شما در بین سال 42 تا 50 تا قبل از فوتش گفتش که آقای حاج آقا، میخوام توسط تو دین اسلام به خصوص شیعه رو و ایران از بین ببرن، نکن وارد بازی ها نشو. اما هیچی نمیگفت، سکوت میکرد، چون عشقش این بود که ایران از بین بره. کینه داشت، همونجور که حمید و مجید انصاری دو خائن و دو جنایتکار داخل کشور، یه برادرشون هم کردستان کشته شد به انتقام خون برادرشون، چقدر جنایت کردن، چقدر دست پدر بزرگ دست خط گرفتن. آقای مجید انصاری با 24-5 سال سن شد رئیس زندان اوین، بخشید رئیس زندانهای کشور، چه جنایت هایی که نکرد. تو ویکی‌پدیا نوشته 1328 تولدش، باید که ایشون متولد 1332 یا 33 من میدونم، چون داییشو میشناسم، آقای سلطانی رو من میشناسم، سلطان زاده ببخشید، همه چیش میدونم. آقای حمید انصاری، تو هم که خلاصه سرت در آوردی حرف زدی که نگم گنگی، پدرتونه در میارم، همه چی رو خواهم گفت تا جایی که دستم برده. حسن آقای خمینی، شما رو بشی سر جات، تو شکلی حرفا نیستی. پدر بزرگ تو رو تمام دنیا به جنایتکاری ظلم و ستم میشناسن، نزدیکترین افراد رو میدونن. مصطفی که مرد همه فکر ناراحت و خوشحال شد، چون مصطفی جلو ترمزی بود براش، جلوش رو میگرفت. چه تاج گلی به سر حسین خمینی زد، حتی گفت بکشینش بکشینش حرف زد، چون آمده حرف حق از دموکراسی می‌خواد حرف بزنه، واسه حرف حق بزنه. پدر بزرگ تو اینجوری خونخوار جنایتکار بود، دروغگو بود. همون که قبلا گفتم، جهت یادآوری به خودت میگم، البته تو اینا از تو اینا شنیدی، تو اینا از عباس غفاری و توسط دوست مشترکم شنیدی که میگن 5 نفر از علما سال 42 رفتن پیش پدر بزرگ جناب در قم، گفتن حاج آقای خمینی شما میگی با شاه بجنگیم، با شاه یک تا دندون مثلث، با چی بجنگیم؟ سرش انداخت پایین، بعد از 3 دقیقه سرش بلند کرد، گفت سه بار گفت با دروغ با دروغ با دروغ. حالا واسه مردم همه چی رو میشه، همه چی در میاد، شما چرا حرف زدی؟ برو به کار خودتو بکن، صرف اون تو همون جایی که هست بخور، کارت نباشه. تو که داری همه کارم میکنی، 2-3 میلیارد دلار که پول نیست واسه اون مقبره ساختن، کم نیست، برو به کار خودتو. آقای حمید انصاری هم که هست، اون هم که دیگه قائم مقام جناب عالی هست، فرند ایام به کار میتونه، ولی این آخرش خیلی تلخه. لطفا شما زبون به کام بگیر، دیگه هیچ صحبتی نکن، هیچ صحبتی نکن، شکلی حرفا نیستی، شکلی این حرفا نیستی، چون من تو رو خوب میشناسمت، چون دوستای مشترک تو میشناسم، چون کسافتکاری و گندکاری توی چند سال کردی داری میکنی رو داری، چون فقط فکر شکم و زیر شکم دستی دیگه. حکومت توی اون روز 14 خرداد چه بلای سرت در آورد؟ بدترش هم سرت میاره. فعلا لقمه انداخته جلوت، خفه خون بیلیسا در نیاد، این تاییدیا رو بذار کنار،
عالم آدم میدونن که چه کرد پدر بزرگ تو دست دهیش هست، اون جنایت و اون اعدامه و اون کشتارها از اون اول شخص خلخالی. و حالا شما میگید دروغ هست؟ شما رو تا حرف نزن. دوباره تکرار میکنم، تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. برو بشین یه بار کلیپ های پدر بزرگ رو گوش کن تو یوتیوب، تو جایی که هست که تناقضات در صحبتاش ببین. یک بار من اینجوری هستم، من خاک تو سرم بکنم، من فلان، بعد از من میگه اگه تمام ایران بگم آره من میگم نه. همون آدمی آخوند شیخه، جس شیطانه، نوکر انگلیسه، با آمریکا لاس زد، پولا رو گرفت، بعد اون کاری کرد با امام حسین صدر، لاس زد امام حسین صدر که دایی شماست، اونجوری بازیش رو بعد قذافی رو بکشش. ناره هست که این دفتاری که پس لطفا دیگه صحبت نکن، سنگین تری رنگین تری بشین سر جات. دوستان ببخشید مثلا بالا میره، چون درد دل دارم، چون من میدونم اینا چه کردم. متاسفانه یا خوشبختانه خیلی ها نزدیک میشستم، خیلی هاشون میشستم و پشت قصه میشنم با هم میگن میخندن رو میدونم، این جران میرحسین و بازی ها اینا رو من میدونم. این روزا باز دارم میرحسین علم میکنم بیارن چون بازیشون هست، چون اینا شگردشونه. اما شماها آگاهتر از این حرف هستی، روز آگاهتر میشید. من چند سوی پسرم گفتم بابا من رسالتم انجام دادم، من وظیفم انجام دادم تا اینجا، از این بعد به عهده شماست. ولی باز هم تو وقتی نفسم میاد و صدام در میاد صحبت خواهم کرد. موفق و معید باشید در پناه حق.